processing and manufacturing of agricultural equipment, lighting industries, tiles and ceramics, and carpets in Iranian factories. سلام، وقت همگی بخیر باشه. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز در کارخانه تولید فرشمون هستیم و میخوام شما رو با روند تولید فرش آشنا کنم. پس با ما همراه باشید. اینجا مرحله اول کار هستش و در اون نخ‌ها به صورت پالتی از ریسندگی وارد کارخونه میشن و توی دستگاه بوبین قرار میگیرن تا به حجم کمتری برسن که مورد استفاده توی دستگاه کریل قرار بگیره و بسته به خود شرایط مشتری و سفارشی که میده نخ‌ها رنگ و کیفیتش برای هر کارخونه متفاوت هستش. اینجا مرحله دوم کار هست. بوبین ها وارد دستگاه کریل میشن و اینجا سرنخ ها حرکت میکنن تا به سمت دستگاه بافت برسن. همونطوری که میبینید 4 طبقه اینجا وجود داره که 4 رنگ هستش. 4 طبقه هم در بالا قرار داره. بر روی نخ ها یک وزنه قرار میگیره تا زمانی که نخ میخواد به دستگاه بافت برسه کاملا سفت باشه که مشکلی برای بافت پیش نیاد. رنگ هایی که در قسمت کریل گفته شد به صورت کاملا منظم وارد دستگاه بافت میشن. چله مورد نیاز فرش ها توسط قلک چله ها تعمیم میشه و مثل رنگ ها به صورت منظم وارد دستگاه بافت میشن. دستگاه از شرکت واندویل کشور بلژیک که پیشرفته ترین دستگاه های تولید فرش رو تولید میکنه تهیه شده. در این قسمت هم هر فرش 3 تا پود لازم داره که از بهترین متریال که پنبه هستش استفاده شده. در قسمت بالا ژاکار قرار داره که مغز دستگاه است. این قسمت تعیین میکنه که چه میزان، چه مقدار و از چه قسمتی رنگ، پود یا تار وارد فرش بشه. در این مرحله دستگاه رزرو پود رو تحویل دستگاه ریپر و گریپر میده. ریپر نخوش رو وسط فرش میبره، گریپر میگیره و تو انتهای فرش میبره و در این قسمت اصطلاحاً فرش شانه میخوره تا تار و نخ و پود با هم میکس بشن و فرش به این صورت تولید بشه. در وسط دستگاه هم یک تیغه قرار داده شده که هنگام تولید 2 فرش میگیره. در این مرحله بازدید نهایی فرش صورت میگیره که اگر فرش مشکلی داشت کنار گذاشته بشه و در صورت تایید به مرحله بعد بره. مرحله آخر آهار نام داره که در اون روی فرش پرداخت میشه و پشت فرش چسب میخوره و برشکاری در این قسمت انجام میشه. قسمت شوروم مجموعه هستش و فرش هایی که تولید شدن در این قسمت قرار می گیرن تا به مشتریان نمایش داده بشن. این فرش ها در طرح ها و نقش های مختلف
با تراکم 1200 تا 700 چونه هستش و میتونید شما فرشا رو به طور کامل مشاهده بکنید. سلام، من احمد عباسی هستم، تاجر صنایع روشنایی LED. امروز اومدم اینجا تا یه واحد تولیدی صنایع روشنایی رو به شما معرفی کنم. پس لطفاً با من بیاید تا بخش‌های مختلف این کارخونه رو با هم ببینیم. بفرمایید. خب اینجا قسمت PCB تولید بردهای مدارچاپیه. تولید PCB که حالا من به طور خلاصه خدمتتون عرض بکنم، بردها به صورت حالا یا FR4 و با پوشش آلومینیوم، همه این بردها برش میخورن به صورت برش خورده، حالا همینجور که ملاحظه میفرمایید، میان داخل مراحل مختلف چاپ. فشار چاپ کاملا با دستگاه انجام میشه، ولی لود آنلودش توسط اپراتور هست. بعد از چاپش میره داخل دستگاه اسیب. اینجا اون چاپ مدار در واقع چاپ میشه روی PCB ما. این دستگاه فول اتوماتیک هستن، دماهاشون کنترل میشه. نهایتاً ما در ایستگاه‌های مختلف QC داریم. بعد از اینکه مدار چاپ شد و در واقع اسیدکاری شد و مدار تثبیت شد، یه سری مراحل شستشو اینها داره که در نهایت میاد برای چاپ‌های بعدی. اینجا ما چاپ سفید الان داریم انجام میدیم. اون چاپ دستگاهی هم که اونجا می‌بینید چاپ مارکاژو داره می‌زنه. مارک مورد نیاز، اون چیزایی که اطلاعاتی که مشتری نیاز داره که روی بردش چاپ بخوره رو توی این مرحله چاپ می‌کنن و میره داخل کوره و تثبیت و پخت نهایی رنگ انجام میشه. مرحله بعدی است که مرحله سوراخ‌کاریه. بعد از اینکه مرحله گاید رو انجام دادیم، بقیه سوراخ‌کاری‌ها رو توی شابلونایی که اینجا داریم از اون گاید‌ها کمک می‌گیریم. همزمان میتونه تعداد بالای فیبر رو در واقع با دقت بسیار زیاد سوراخ‌کاری‌ها رو انجام بده. مرحله بعدی ما CNC که در واقع ما اصطلاحاً بهش میگیم روت. بعضی از محصولات ما هم نیاز دارن که برش خطی بخورن. که عرض کردم خدمتتون که باید اینا به صورت دستی جدا بشه در محل مشتری. اونها رو با دستگاه ویکات میزنیم. اینم در واقع خروجیش میشه این که راحت با دست جدا میشه. خط برش خورده، بله خط برش خورده و محصول بعد از اینکه مونتاژ شد میتونن راحت از محل برش جداش کنن و برای مشتری ارسال بشه. حالا چه مونتاژ در محل شرکت ما انجام بشه، چه مونتاژ در محل مشتری انجام بشه، این کار به هر شکلی که مشتری بخواد قابل انجامه. خب اومدیم خدمت دیگری از خط تولید رو به شما معرفی کنیم، واحد مونتاژ. اینجا بخش بسته‌بندی در واقع ماژول‌های لنزی ما هستش و شاخه‌های تریپارت کاملا بین هر در واقع شاخه پلاستیک قرار داده میشه. تمام کارتون‌ها از نظر بسته‌بندی کاملا استاندارده، هیچ آسیبی نمیرسه به محصولاتمون تا اینکه به مقصد برسه. یعنی ما این بسته‌بندی خود مهندس و هر جای دنیا ما بخوایم بله. اتفاقی براش نمیفته. نه به هیچ عنوان. خیلی عالی. بله سلامت باشه. اینجا خواهش میکنم بخش درایورمون هستش که در واقع بعد از مونتاژ خود ماژول اینجا توسط همکارانمون یک سری قطعات به صورت دیپ اینجا مونتاژ میشه و حالا هم درایورهای IPمون IP میشن، درایورهای غیر IPمون اینجا در واقع داخل بدنه قرار داده میشن و به دست مشتری میرسه. یک سری تست های درایور اینجا انجام میشه، همونجا هر درایور توسط این دستگاه ها هم توانش، جریانش، در واقع پاور فاکتورش، تمام شاخص هایی که برای درایور مهمه اینجا همون ابتدا تست میشه تک تک درایور ها و تا زمانی که QC در واقع تایید نکنه از کارخونه خارج نمیشه. و
تست ایجینگ در واقع درایورها رو داریم، یک تستیه که مختصر درایورها هستش و طی دو مرحله همینجا انجام میشه. بله. اومدیم یه قسمت دیگه و جذاب کارخونه رو به شما توضیح بدیم، بخش SMT. سالن SMD در واقع مونتاژ قطعات SMD یا الکترونیتی روی برد مدار چاپی است. بفهم. خمیر قلب به این شکل به توسط دستگاه چاپ روی برد چاپ میشه. برد خمیر قلب چاپ شده وارد ربات‌های پیکن پلیس میشه و قطعات SMD روی برد مونتاژ میشه. قطعاتی که روی برد مونتاژ شده در نهایت وارد آون 250 درجه میشه و فرایند لحیم کاری صورت میگیره. اینجا خط مونتاژ لنزمون هست. اینجا برد میاد دونه دونه LED ها رو اسکن میکنه که جایگاه ها شروع درسته؟ ببینه درست؟ آره دقیقا LED مشکلی نداره. بعد انحرافی که داره، حالا مثلا این انحرافه رو بگیره و لنز رو دقیق روی LED بذاره. تمامه این سیر تولی توی این مجموعه توی این واحد شما همه توسط ماشین، بله 80% توسط دارن کنترل میکنن. پرسنل کنترل میکنن و بسته بندی میکنن. این کمر رو لاشون میذاریم که این قطعات الیدی آسیب نه آره آسیب نشه نشکنه. بعدم پک میکنیم کارتون میکنیم. اینجا دیگه پایان کار روند تولی توی قسمت شما. جناب مهندس، ما تو این بخش طراحی محصولات رو انجام میدیم. خب اینجا تجهیزات اندازه‌گیری رو داریم، اسیلوسکوپ، مانومتر DC و ما یه سری تست EMC رو انجام میدیم، مثل بررسی تداخلات EMI. حالا بررسی مسئولیت محصولاتمون در برابر ولتاژهای سرج رو داریم. یه بخشی از آزمایشگاهمون رو اختصاص دادیم به بررسی پارامترهای نوری محصولاتمون که خب با استفاده از این کره ها. یه سری دستگاه دیگه داریم که روی این میز میبینین، جهت آزمون تست قطعات الکتریکیمون، مواد اولیه‌مون، مثل خازن ها، مثل مقاومت ها، ترانزیستور ها، ماسفت ها، سیم ها، کل مواد اولیه ورودی شرکتمون رو ما آزمون میگیریم و در صورتی که پاس باشه خب روانه خط تولید میکنیم. خب اینجا تست طول عمر رو داریم برای قابامون، قاب محصولات درایورمون میان تو دمای بالا تست میکنیم. تست طول عمر LED ها رو داریم انجام میدیم تو دمای 105 درجه توی بازه مثلا 6000 ساعته. بررسی لومنش، دمای، حال تغییرات شار نوریش، تغییرات راندمان نوریش و تغییرات دمای رنگش رو بررسی میکنیم. این هم که مربوط به تست طول عمر خازن هاست، خازن های الکترولیتی. که خب توی شرایط دمای 135 درجه بررسی میکنیم که بعد از چند ساعت این خازن فیل میشه. میشه جزء دست آزمون های حالا کیفی مواد اولیه. سلام، خیلی خوش اومدید به کارخونه ما. خوشحالم که در خدمتتون هستم. ما اینجا ادوات کشاورزی رو تولید میکنیم که با مهندس برزگر در خدمت شما هستیم. مهندس جان بفرمایید که دستگاه ما چی هست؟ دستگاه روتیناتور تولید میکنیم که کارش پیچ زدن باغ‌ها و مزارع تو سایزهای بزرگتر. بله. تاشا هم داره. برای دستگاهی که داخل باغ کار میکنن از 1.10 متر تا 2.20 متر داریم. از 2.20 متر تا 4 متر برای مزارع استفاده میشه که حالا برای اینکه ترافیکی نشه جک داره تا میشه که نهایت از کارش 2 متر برسه. کار اصلیشون هم که به جای دیسک استفاده میشه، یعنی بعد از کار مهم مستقیم شما از دستگاه روتیناتور استفاده میکنیم، یک مرحله کارت میفته جلوتر. مرحله اول تولیدمون هست. مهندس جان بفهمید که توی این مرحله چه کاری رو انجام میدید؟ توی این مرحله که اجزای دستگاه میخواد مونتاژ بشه، یعنی قطعاتش رو هم دیگه سوارش و خال زده بشه که برای جوشکاری حاضر بشه، همین مجموعه‌ای از دستگاه از یه سری قطعات تشکیل شده، مثل همین پلیت‌ها که از برق برش خورده یا همون لوله فلنج که از لوله برش خورده و ترشکاری میشه و حاضر میشه برای جوشکاری. اینا رو با فاصله های منظم طبق نقشه که توی
کامپیوتر با نرم افزار سالید طراحی شده، طبق نقشه توش کار اونا رو هم دیگه اسم میکنه و خالکارش انجام میده. بله، رسیدیم به مرحله جوشکاریمون که مهندس لطف میکنم و در مورد این مرحله هم به اون توضیح میدم. تو مرحله قبلی که اون قطعات ما روی همدیگه سوار کردیم و عصم کردیم، خالکاری انجام شد، دنیاکاری انجام شد، توی مرحله جوش کامل زده میشه، قطعه تکمیل آماده برای رنگکاری و تمیزکاری. بله، با سمپاش توربینیمون در خدمتتون هستیم که مهندس توضیحات لازم رو به ما میگه. در این قسمت مونتاژ که شاسی و قطعاتی که جوشکاری داشته یا خمکاری داشته همه چی رنگ شده. بله. اومده اینجا برای مونتاژ. تو این قسمت پمپ ها، صافی شیر، خود مخزن، چرخ ها با توپی ها، همه چی رو هم دیگه با توسط پیچ و مره پرچ روی دستگاه نصب میشه، شلنگکشیش انجام میشه و در آخر یه دستگاه تکمیل ما تحویل داده میشه. همین سمپاش ها چند مدل دارن، باقی دارن با زرایی. زرایی ها تورو لاینر داره، باقی ها اتومایزر هستش با لانسی که به صورت دستی یا همون سنتی های قدیم استفاده میشه. این بدنه های شاسی های سمپاش از ورق جیشک ساخته شده، ورق 5 میل، از گوتی های سنتی 6 میل استفاده میشه که چون وزن دستگاه بوده 2 تن هست، 2000 لیتر آب روش سوار میشه، بخاطر همین باید از یه متریال خوب استفاده بشه، تمامی ورق ها و گوتی ها باید ضخیم باشه. سلام، اینجا کارخانه تولید کاشی سرامیکمونه. با من همراه باشین تا با روند تولید این محصول بیشتر آشنا بشیم. مرحله‌ای که مشاهده می‌کنید مرحله اولیه شکل‌گیری کاشی است، به این صورت که خاک گرانول از طریق تسمه نقاله ها و کانال ها وارد این دستگاه میشه و پس از قالب گیری وارد خط تولید میشه. کاشی از فرز که وارد خط لعاب میشه، وارد کابین آب میشه و از کابین آب میشه برای مرحله چاپ خوردن. خب، مرحله چاپ دیجیتال هستیم. تو این مرحله کاشی ها بعد از اینکه اون فرایند رو طی میکنن وارد این سالن میشن و توسط این دستگاه ها و به وسیله اپراتور طرح و رنگی که مشخص میشه روی این کاشی ها نقش بسته میشه. تو قسمت پخت نهایی کاشی هستیم. کاشی پس از اینکه اون فرایند ها رو طی میکنه وارد این مرحله میشه و با 1200 درجه سانتیگراد حرارت پخته میشه و به مرحله بعد یعنی خنک کردن این کاشی ها وارد میشه. وارد بسته‌بندی ما اپراتور درجه میزنه و وارد استکر میشه. استکر درجه های 2 و 3 و 4 و 5 و هم که همون زایات باشه رو جدا میکنه و وارد کارت میشه. خب، اینجا مرحله نهایی کارمونه. بعد از اینکه کاشی ها بسته‌بندی میشن و روی پالت قرار میگیرن، به سفارش مشتری براشون بارگیری میشه و ارسال میشه.